به مجموعه خبری ساعت ده با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها: از دور ماندن مجاهدین از نظام تا پرسه جاسوسان در وزیر اکبرخان. عبدالرب رسول سیاف میگوید اعلامیه های ملا عمر در وزیر اکبرخان کابل نوشته می شود. تا که لانه های جاسوسی را در ندین دی ملک امن و ثبات نمیاد. مشاور والی یا سخنگوی هراس افغانان داعشی، سخنگوی بازداشت شده داعش در افغانستان میگوید فساد و بی‌عدالتی در غزنی سبب شد تا وی به داعش بپیوندد. امکانات ما که والی غزنی و دیگر اداره محلی استفاده نمود، مرا مجبور به ساخته دوباره بکو بالا شد. با اخیری دو کلونه که در غزنی ولایت هیچ نوع پروژه ندر اغلی، چه سره یوهی چه در فساد خبر بکلی چه پروژه نی نو فساد بلو تو مسیح. بد دادن دختر 10 ساله به دست بزرگان یک جرگه. جرگه قومی در بلخ یک دخترک 10 ساله را به عقد یک پسر 10 ساله در آورد. کلان شدم مکتب میخوانم، وقتی کلان شدم و شوهر میگیریم. دختر 10 ساله است، واقعا این نگران کننده است بر وضعیت خانوما و اطفال. و فیلمساز ایرانی برنده خرس طلایی، جایزه خرس طلایی فیلم برلین با جعفر پناهی رسید. به نام خدا و شب شما بخیر. موجودیت جاسوسان در بدنه نظام سبب شده تا خبرنامه های ملا عمر در وزیر اکبرخان کابل تهیه و پخش شوند. عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی با ابراز این مطلب به حکومت هشدار میدهد تا هنگامی که برای برچیدن جاسوسان از نظام و به آتش کشیدن لانه های امن آنان اقدام نشود، صلح در کشور برقرار نخواهد شد. نعره تکبیر. این نشست به مناسبت 26مین سال روز خروج شوروی پیشین از افغانستان در تالار لوی جرگه برگزار شده است. اما بیشتر سخنرانان در پیوند با دور ساختن مجاهدین از قدرت سخن گفتند. عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی در این نشست حضور جاسوسان را در نظام دشمنان اصلی کشور می‌داند و از تهیه و پخش خبرنامه‌های طالبان در یک بخش دیپلمات نشین و بسیار نزدیک به کاخ ریاست جمهوری سخن می‌زند. کدی تو که جاسوس در مجلس شیشته باشه سر ته چطور نگاه کرده می ماضی درک خراب میشه. شاید برای شما بالکل غریب و عجیب معلوم شود، مگم یک واقعیت است. اگر کس از ما اسناد بخواه پیش کرده میتانم. بیانیه های ملا عمر که به نام ملا عمر چاپ میشه و پخش میشه به مناسبت های مختلف دمی کابل دو وزیر اکبرخان نوشته میشه. به خاطر خدا ما سرحدات قائم کرده میریم، اینی جا دزیر ریش ما دزیر گلونی ما اینه میشه جاسوس شیشته بیانیه و ملاعامه را نوشته میکنه و پخش میکنه. این رهبر جهادی با اشاره بر حضور کمرنگ مجاهدین در حکومت وحدت ملی میگوید کسانی که به این باور هستند که جهاد در گزینش افراد معیار نیست اشتباه میکنند. میگن در مصاحبه های خود که جهاد معیار نیست، العیاذ بالله، العیاذ بالله. اینا در ایمان خود تجدید نظر بکنند. جهاد که معیار نیست، وطن فروشی معیار است. جهاد که معیار نیست، جاسوسی معیار است. بارها از امیج اعلان کردیم که تا که لانه های جاسوسی را در نتین دی ملک امن و ثبات نمیاید. در این میان رئیس جمعیت اسلامی مبارزه مجاهدین را از علت های اصلی شکست شوروی پیشین میگوید و کنار زدن آنان را از نظام به سود کشور نمیداند. نباید در هیچ معادله جهادگران افغانستان را نادیده گرفت و از صحنه کنار زد. شمار از رهبران جهادی دیگر نیز شکست شوروی پیشین را از سوی مجاهدین پیام جدی به آن کشورهایی می داند که در تلاش مداخله در امور افغانستان هستند. نه تنها از نگاه نظامی شکست خوردن که در سنگر عقیده و فکر دیگر کمونیسم جزی از تاریخ شد. با اسناد و شواهد به اثبات رسیده که در عقب این توطئه ها و بدامنی ها استخبارات منطقه خصوصا استخبارات نظامی پاکستان قرار دارد. ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به روز ششم جدی سال 1358 هجری خورشیدی
مرزهای زمینی و هوایی افغانستان را در نوردید و این سرزمین را اشغال کرد. این اشغال نزدیک به 10 سال ادامه یافت و نظامیان ارتش سرخ در نتیجه مقاومت مردم افغانستان در 26 ماه دلو سال 1367 هجری خورشیدی افغانستان را ترک کرد. برای بحث بیشتر انجینیر محمد عاصم از مجاهدین پیشین اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین آقای عاصم. چرا مجاهدین این گونه ناراض شدند در همین نخستین ماهای کار حکومت وحدت ملی از این حکومت، در حالی که پیشتر در کنار سران این حکومت در مبارزات انتخاباتی شرکت داشتند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برداشت من شخصانی است که خودم امروز در این مجلس حضور داشتم. طبیعتاً یک سری از تصمیم گیری ها شاید بالاخره با خلاها و کمبودات ممکن است از نظر بسیاری از مجاهدین همراه بوده باشه، ولی به هر حال مثل که امروز رهبرانی که صحبت کردن از رهبران بزرگ جهاد در این مجلس، اونا به صراحت گفتن که تحت هر شرایطی در کنار این نظام و در کنار دولت قرار دارن، از نظام و دولت در مجموع دفاع میکنن به صورت کل. اگر یک سری از گلایه ها هم وجود داشته باشه یا مطرح باشه، او به این معنا نیست که کدام گویا کدام نوع تقابل یا بالاخره کدام تصمیم بر موضوع گیری متقابلانه مطرح باشند. ولی عملا یک سفارایی میتونه تلقی شود و کاری که امروز شد و سخنان آقای سیاف بویژه در رابطه با بعضی از حقوق و بالاخره حضور معنادار یک نوع به اصطلاح تذکر بود و تذکرات نسبتا جدیتر و یا تأکیدات مکرر بگوییم تا تصمیم گیرانی که در سطح رهبری دولت وحدت ملی قرار دارند به گوش اونا رسانده شد که در رابطه با تشکیل این دولت نقشی که مجاهدین داشتن، اثر و تأثیری که مجاهدین داشتن در تمام عرصه ها، مخصوصا در همی بحث انتخابات و بالاخره سوق دادن مردم به پای صندوق های رای، ضرور است که رهبران وحدت ملی فراموش نکنند. حال اینکه یکی از بله سخنان آقای سیاف در واکنش به اظهارات یکی از سخنگویان ریاست اجرایی هم بود که گفته بود که جهاد معیار برای قدرت نیست و این نمیتونه معیار شود برای اینکه در کابینه افراد راه پیدا میکنن. خب یک چنین اظهاراتی فکر میکنین که آیا واقعا سیاست حکومت است؟ ما میتونم به صراحت بگویم که یک چنین موضوع گیری یا یک چنین اظهار نظر ارتباط با پالیسی و سیاست حکومت نداره. ولی وقتی سخنگویان یک نهادی مثل ریاست اجرایی میاد و به صراحت میگه که جهاد معیار نیست، خب یک چنین واکنشی هم در پی داره که آقای سیاف میاد و میگه که کسی اگر این مساله رو میزنه حالا حتی از دینم آگاهی نداره. این یک هشدار باش است به کسایی که یک چنین اظهارات بی‌محابا را احیانا در هر موقعیت باشن از اونها صادر شود. البته این برمیگرده به مو ضعف. یعنی شما میگین که این اظهارات ربطی نداره بر ریاست اجرایی یا موقف اصلی ریاست اجرایی نیست؟ فقط برداشت و ضعف در برداشت و دوست ما بوده که با عنوان سخنگوی اجرایی یا منعیس یکی از سخنگویانی که در تیم سخنگویان ریاست اجرایی کار میکنن، اونا چنین اظهار نظری داشته باشن او ضعف و برداشت ضعیف خودشان است، ارتباط به چیز ندارد. حالا مسئله دیگر که آقای سیاف مطرح کرد و بار مطرح کرده و خیلی هم جدی است، مسئله حضور جاسوسان در بدنی نظام است. آیا حکومت این مسئله را جدی خواهد گرفت؟ چون این انتقاد و این مسئله چند بار پیش هم مطرح شده است سوی آقای سیاف و کسان دیگری. من میخواهم یک قدم پیشتر از استاد چیزی را اظهار بکنم که کسانی که وابستگی به حلقات بیرونی دارند زیاد با اونا اعتنا صورت میگیره، چه در دوره 13 سال حکومت آقای کرزی و حتی در امی مرحله ابتدایی که ما میریم به طرف تشکیل یک نظام توسط رهبران حکومت وحدت ملی، در اینجا میبینیم که بهای بیشتر به کسانی که وابستگی به علاقات خارجی دارن زیاد داده میشه. مثلا به چه کسانی و در کجا؟ فکر میکنم که شاید قبل از وقت باشه، فعلا ضرور هم نباشه، ولی مردم افغانستان میفهمن، میدانن جامعه ما امروز بیدار هستن. یعنی با او کسایی که وابستگی به علاقات بیرونی ندارن کمتر توجه صورت میگیره.
یعنی شما میگین که حکومت داره زیر بار یک نوع جاسوس پروری رفته و دستا و علاقاتی است که این حکومت را عملا گردانندگی میکنه؟ روال در 13 سال گذشته هم میبوده. توقع ما این بود که در این مرحله به این مسئله کمتر پرداخته شود، این اصلاح شود و جلوی یک چنین عناصر باید گرفته شود. ولی متاسفانه بازم توجه میبینیم که کمتر میشه و به می مردم بها بیشتر داده میشه. حالا این که میگین که اعتنای زیاد به جاسوسان و علاقات بیرونی داده میشه در چه حدی است؟ برداشتی را که شما دارین این حکومت در چه حدی اعتنا کرده به جاسوسان و اون ستون پنجم در درون نظام؟ ما فکر میکنیم که در بخشای مختلف و در حلقات مختلف چنین مرض مزمن متاسفانه در بین نظام و دولتی که ما در کنار از او هستیم و از او حمایت کردیم و برای تشکیلش سالها و ماها جان کندیم، این یک چنین مشکل فعلا هم وجود داره متاسفانه. چگونه اصلاح میشه و انتقادی که متوجه هستین که هیچ کس، خب حالا اول اسمی نمیبره از اون جاسوسانی که عملا در موردش آگاهی داره، مثل آقای سیاف که امروز گفتن اسنادی هم در دست دارن، برای این با این چگونه میتونه اصلاح شوه؟ فقط به یک تصمیم دلسوزانه برای کشور، برای افغانستان از سوی رهبران حکومت وحدت ملی. شما این عزم را می‌بینید در رهبران حکومت وحدت ملی در حالی که میگن که اعتنای زیاد به کسانی میشه که جاسوس هستن؟ اول خوب با کوشش یک تعداد از شخصیت‌های مهم در سطح کشور، مخصوصا رهبران جهادی سابق و یک تعداد عناصر چیزفهم و دلسوزی وطن، ضرور است که متوجه بسازن رهبران حکومت وحدت ملی را، چه ریاست جمهوری را و چه ریاست اجرایی را. در کنار از او بستگی به مو تصمیم این دو رهبر داره که ما باورمی است که اگر متوجه ساخته شوند می پردازند به اصلاحات در عرصه ها و رسیدگی میکنند به خلا و نواقص و کمبودی که در عرصه وجود داره. اگر این دست جاسوسان به این حد قوی باشه که اعلامیه های ملا عمر رهبر طالبان هم در امین وزیر اکبرخان کابل نوشته شود که دیگر کار از کار گذشته و خیلی هم این ساده نیست این کار که دست این جاسوسان را کوتاه کرد از نظام. بنده هم شک ندارم که ما با چلنج بسیار جدی مواجه هستیم. این دستا دستای بسیار ناتوان و ضعیفی نیستند، قوی هستند. ولی با پشت کار، با جدیت و یک تصمیم قاطع میتونیم. باز بی‌باور نیستم در مورد از اینکه اگر رهبران حکومت وحدت ملی متوجه شوند و تصمیم بگیرند میتونن جلوگیری بکنن. حالا به عنوان پرسش آخر، میتونه حرکت امروزی به عنوان یک گامی برای یک اپوزیسیون غیر رسمی که تو هنوز اعلام نشدم تلقی شود در برابر نظام؟ به هر صورت در تمام نظام‌های دموکراتیک اپوزیسیون یا جناح اپوزیسیون به عنوان یک طرف است. ما به نظام دموکراتیک گفته نمی‌توانیم که در او عنصر به اصطلاح اپوزیسیون وجود نداشته باشد، به خاطر از اینکه بازو نظام نمی‌تونه. اما حکومت وحدت ملی را در نخستین روزها می‌گفتند که این حکومت است که اپوزیسیون نخواهد داشت. به هر صورت تو برداشتایی بود که فکر میکنیم یک کمی دوستا با عجله چنین اظهار نظر میکردن. این ضرور بود که باید درنگ میکردن. طبیعتاً این طبیعت به اصطلاح یک نظام و همو تعاملاتی که در یک نظام صورت میگیره، ما بخوایم نخوایم جهت اپوزیسیون خواسته و ناخواسته به وجود میاد، شکل میگیره. سپاسگزار از شما انجینیر محمد عاصم از مجاهدین پیشین، ممنون از حضورتان. عبدالقادر واحدی مشهور به ابو ابراهیم خراسانی میگوید که فساد و بی‌عدالتی در ولایت غزنی سبب شدند تا وی به داعش بپیوندد. سخنگوی پیشین داعش در افغانستان به طول نیوز میگوید که هدف داعش در افغانستان از میان برداشتن طالبان در این کشور است. در این حال عبدالرب رسول سیاف میگوید که فعالیت های گروه داعش به هدف بدنام کردن اسلام است و در برابر تهدیدهای این گروه مردم ایستادگی خواهند کرد. سرانجام صدای عبدالقادر واحدی مشهور به ابو ابراهیم خراسانی، سخنگو و مسئول روابط سیاسی گروه داعش در افغانستان، از زندان بالا شد. عبدالقادر واحدی علت پیوستنش را با داعش این گونه فشرده می سازد. این تو نبود که از صادق یک مجرمی سازمان یافته بودم، بلکه بی‌عدالتی ها و ظلمی که در حق ما شد در ولایت غزنی و از امکانات ما که والی غزنی و دیگه اداره محلی استفاده نمود، مرا مجبور به ساختا دوباره بکو بالا شد. اما سرپرست ولایت غزنی در این باره چنین دیدگاهی دارد. په اخیری دو کلونه که دی غزنی ولایت هیچ نو پروژه ندر اغلی، چه سره یو وای چه دی فساد خبر ده، کلی چه پروژه نی نو فساد بلو که مسیح چه. او بلداده چه هیچ قرارداد په ولایتو کنه که گیر، طول قراردادونه زی مرکز ده.
در سالهای پسین تنور فعالیت‌های گروه‌های حراس افغان از بحر مبارزه با نیروهای خارجی در افغانستان گرم بوده است. یکی از نگرانی‌های جدی این است که اگر گروه داعش فعالیت‌هایش را در حوزه خراسان آغاز کند، افغانستان از این رهگذر آسیب پذیر بوده می‌تواند. ما در برابر این ترس و وحشت با ستون‌های فشرده مثل که به مقابل ستونی از ذریه‌های روس استادین، وطن آزاد ساختیم، وطن یک بار دیگر از مشکلات نجات خواهیم داد. هشدارها از حضور گروه داعش این روزها یکی از نگرانی‌های جدی در افغانستان پنداشته می‌شود. گروهی که با عملکردهای خشن به یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های حراس افغان مبدل شده است. در ولایت بلخ یک دختر 10 ساله که دانش آموز صنف 4 مکتب است در یک جرگه قومی به ازدواج یک پسر 10 ساله درآورده شده است. مادر این دختر میگوید که این تصمیم جرگه پس از آن گرفته شد که یک دختر 18 ساله از خانه فرار کرد و با کاکای این دختر ازدواج نمود. شیما 10 ساله است و شاید درباره رابطه های زن و شوهر چیزی نداند. اما جرگه قومی برای از میان برداشتن اختلاف میان دو خانواده او را قربانی می کند. مادر شیما می گوید که تصمیم ازدواج دخترکش را بزرگان خانواده ها گرفتند، اما وی از خانواده داماد می خواهد تا دخترکش را بگذارند تا به بلوغ برسد. مانه که یک چانس چک 2-3 سال با همی جوان که شد در مقصد رسید با بگیرن ببرن. این دخترک که قربانی سنت های ناپسند جامعه شده است، حاضر برفتن به خانه شوهرش نیست و از حکومت خواهان عدالت است. وی می خواهد که به درسهایش ادامه بدهد. کلان شدم مکتب می خوانم، وقتی که کلان شدم و شوهر بگیری. شماری از فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی بلخ چون این کاری را پذیرفتنی نمی دانند. در شمال نگرانی های در قسمت زن ها وجود دارد که ما یکی از اون نمونه هاش خانم شیما است که دختر 10 ساله است. واقعا این نگران کننده است بر وضعیت خانم ها و اطفال. آگاهان دین نیز ازدواج کودکان را از نظر اسلام مردود می شمارند و از عالمان دین می خواهند تا خطبه نکاح کسانی را که به سن قانونی نرسیده باشند نخوانند. سن قانونی ازدواج در قانون مدنی 16 سال برای دختر و 18 سال برای پسر دانسته شده است. برادرای ما که همچو کار میکنه، ما ازشان درخواست میکنیم که اگر قبلا این کار کرده باشن به پیش ملک لایزال، یعنی به پیش الله جل جلاله توبه بکنن، چون الله توبه فرما است، توبه بنده ها را میپذیره. این در حالی است که در هفته گذشته نیز یک دختر 11 ساله به عقد نکاح یک مرد 25 ساله در ولایت بلخ در بدل 270 هزار افغانی درآمده بود. رئیس جمهور غنی در مورد ترکیب و چگونگی فعالیت کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی با احزاب سیاسی مشورت می کند. رئیس جمهور غنی در دیدار با شماره از رهبران احزاب سیاسی روی اجماع سیاسی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید کرده و گفته است که در مورد ترکیب و چگونگی فعالیت کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی با احزاب سیاسی مشورت خواهد کرد. تا لحظات دیگر. غیر قانونی خواندن کودتای شورشیان حوثی از سوی شورای همکاری خلیج. باز هم خوش آمدید. شرکت کنندگان جشنواره فیلم برلین از اهدای جایزه خرس طلایی به یک فیلمساز ایرانی استقبال میکنند. در 65مین جشنواره فیلم برلین که دیشب برگزار شد، جایزه خرس طلایی به جعفر پناهی سازنده فیلم ایرانی تاکسی رسید. در حالی که پناهی از سوی حکومت ایران ممنوع الخروج اعلام شده است، حنا سعیدی خواهرزاده‌اش این جایزه را به نمایندگی از وی دریافت کرد. شورای همکاری خلیج از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای پایان دادن به بحران سیاسی کنونی در یمن دست به کار شود. کشورهای عضو این شورا بعد از گرفتن اداره یمن را از سوی شورشیان حوثی غیر قانونی می دانند. اعضای شورای همکاری خلیج از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل می خواهد تا در برابر کودتای انجام شده از سوی شورشیان حوثی در یمن خاموش نماند. سرنگون شدن حکومت یمن از سوی شورشیان حوثی با انتقاد سخت شورای همکاری خلیج روبرو شده است.
وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عرب در یک نشست اضطراری در ریاض از بدتر شدن اوضاع سیاسی و امنیتی در یمن ابراز نگرانی می کنند. شش کشور عضو این شورا برای پایان دادن به بحران سیاسی کنونی در یمن خواستار مداخله بیدرنگ شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. ما نیاز داریم تا جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد هرچه زودتر در برابر یمن گام بردارد و به کارهای غیرقانونی شورشیان اوسی پایان دهد. بدتر شدن اوضاع سیاسی در یمن سبب شده است تا ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه سفارت‌هایشان را در یمن ببندند. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از شهروندانشان نیز خواستند تا یمن را ترک نمایند. شورشیان شیعه مذهب بر رهبری عبدالملک الحوثی به روز 20 ماه گذشته میلادی بر کاخ ریاست جمهوری یمن حمله کردند، حمله‌ای که سرانجام به سرنگونی حکومت منصور هادی انجامید و رئیس جمهور با کابینه‌اش در بازداشت خانگی قرار گرفتند. گفته می شود که شورشیان حوثی از حمایت کامل ایران برخوردار هستند، اما حکومت ایران این گفته ها را رد می کند. تا لحظات دیگر، هشدار وزیر معدن از جنگ بر سر معادن. باز هم خوش آمدید. و وزیر معادن از تاراج و قاچاق بخشی از منابع معدنی کشور سخن میگوید. داود شاه سبا میگوید که استخراج غیرقانونی معادن در کشور با هراس افغانی پیوند دارد و اگر جلو استخراج غیرقانونی معادن گرفته نشود، در گرفتن جنگ بر سر استخراج معادن دور از انتظار نخواهد بود. و نگاهی دیگر به چند خبر. عبدالرب رسول سیاف میگوید اعلامیه‌های ملا عمر در وزیر اکبرخان کابل نوشته می‌شود. جرگه قومی در بلخ یک دختر 10 ساله را به عقد یک پسر 10 ساله درآورد. و جایزه خرس طلایی فیلم برلین به جعفر پناهی فیلمساز ایرانی رسید. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.